چین سلامونه ټولو دوستانو ته شراغلاست. امیدوار هستم که شما هم بیاین اینجا در برنامه اشتراک کنین و حادثه ای که امروز یا دیروز بگم در ولایت دایکندی رخ دادن یا در هر روز متاسفانه اینمی جرم و اینمی جهالت و اینمی ظلم و استبداد بالای نیروهای امنیتی افغانستان واقعا جای تاسف هستن که جریان دارن. دختر خانمی که واضح نوشته کردن طالبان مسئول پیشین جلب جذب پلیسی زنان فرماندهی امنی ولایت دایکندی را بازداشت کرده است. آمر جلب جذب ولایت دایکندی را با دو تا خواهرشان دستگیر کرده بودن و به بهانه که هر بهانه که نه دارن ولی دو خواهرشان رها کرده چون اونا خورد بدن سیندن. فعلا آمر جلب جذب نامعلوم هستن. بس در اینجا هستن که اینها که داد می زدن و حتی عامیان از اینا هم می گفتن که ما عدالت عمری را در افغانستان تبدیق کردیم و تبدیق میکنیم و یک گروه تروریستی تحریک طالبا تبدیق کردن و عفو عمومی اعلان کردن. ولی ما امروز میبینیم که متاسفانه سلیقه‌ای برخورد میشن و هر کسی که از نیروهای امنیتی افغانستان بودن در سالهای قبل، اینها اگر دختر خانم هستن اگر مردا هستن، به نحوی اینا تارگیت میشن و به نحوی اینا را هدف قرار میتن. ما ای حادثه اول آخر نیستن، یعنی باور کنن که تمام ملت و مردم در این جریان هستن که بعد از این که تحریک طالبا سر کار شدن در افغانستان، این بیشتر مشکلات را بدبختانه متاسفانه بالای خصوصا نیروهای امنیتی قبل آوردن در تمام ولایت های افغانستان. ولی بعضی ولایت های مناطق پشتون نشین اگر ظلم و جنایت یا حتی اینا را که به زور بردن، حتی به زور نکاح کردن خانم ها و دخترایی که مربوط خانواده های نیروهای امنیتی افغانستان می شدن و یک بحث دیگه هستن. یعنی خود پشتون ها در نظر من یکی نمیتونن دلیلش، من خودم شخصا نفهمیدم که چرا از یکی دختران جوانی که یا مربوط خانواده های جندال های سابق بودن یا قمندان یا سربازان نیروهای امنیتی بودن، اونها را طالبا به زور به نکاح خود در آوردن. نیره که پشتو زبان ها نمیتونن از این حقیقت در رسانه ها بیان کنن، این را من نمیفهم. این را باید خود پشتون ها در این باره باید قومای پشتون باید صحبت کنن و سکوت نکنند. راپورهای زیادی هستند که از ولایت های مختلفی از پکتیا، خصوصا از پکتیا و از قندهار، همچنین از جلال آباد، دخترای پشتون را، همون کسانی که خواهرای یا قمندانای بودن یا خواهرها یا وابستگی به کدام نیروهای امنیتی سابق داشتن، اینا را همه از اینا را بدبختانه متاسفانه به زور در نکاح خود در آوردن. حتی راپورهای موثق میرسن که همین تحریک طالبا در ولایت های قندهار، هلمند، شاجوی، یعنی مناطق دختران پشتون ها را که او هم مربوط منصبدارا یا خصوصا مربوط قوم جنرال صاحب رازق میشه، اینها را به پاکستانی ها دادن، یعنی تحفه دادن. یعنی واقعا فاجعه است. و امروز خودتان هم میبینین این بار اول نیست. یک دختر خانم دیگه ای که رتبش دگروال بودن از ولایت غزنی بود، چند وقت پیش اونا را هم دستگیر کرده بودن و کسی یک دختر خانم دیگه ای که در پلیس بود اونا را هم به شهادت رساندن. و تمامی متاسفانه بدبختانه عقده ای که با نیروهای امنیتی افغانستان اینا انجام دادن و انجام میتن، این در این باره هیچ کس گپ نمیزنن و صحبت نکرده و همچنین سکوت کردن. و قومایی که خارج از افغانستان هستن، یک ایده بسیار کوچک که لابیگران تحریک طالب هستن، اینا حتی براعت میتن بر از اینا. امروز دوستای عزیز، من امیدوار هستم که هیچ کدامی ما و شما، چی زنها و چی مردهایی که در دنیای رسانه فعالیت دارن، سکوت نکنین در قبال آمر جلب جذب ولایت دایکندی. یک دختر خانمی که امروز سرنوشتی از اینها نامعلوم هستند.
مرچ سرخ نمیدارم خانمی آقای است. سلام علیکم. سلام برسم. سلام احترامات میرسم. مرچ سرخ خیلی به خانم شده نمیتونه فامیده هم از سر میسوزانم از زیر جور رسید بخیر. آخ مشکل نداره. سلام احترامات میرسم خدمت مارشال صاحب امانی از آره و دستای زیر لایف. علیکم سلام بلال، خوش آمدی. خوش مارشال صاحب. آریان جان عزیز بفرمایید، مهربانی کردین در موضوع برنامه رو ما تشریح کردم، حالا شما بشنوید. مانند من موضوع برنامه رو میره خیلی برام جالب است، اما کسایی که لابیگر طالب هستن. من خودم شخصا کارهای خوب تعریف من کارهای بد هرگز طرفدارش نیستم، ولی یک نظام که مثلا در کل میگم یک نظام وقت سقوط میکنن از بین میرن دیگه، اصلا غیر ممکن است که او سر از نو با همو چوکات قبلی با همو چیزی برنامه قبلی پیش بره و یک بیتونه یک نفر رو کلان جام جور کنه. طالبا اینقدر ترس از یک دختر خانم داره، من نمیفهم به چی عنوان می او کارو مثلا می دختر خانم بازداشت میکنن. حالا همه قدرت دست از تو است، یک دختر خانم چیکار میتونه بکنن؟ یا خانم چیکار میکنه که اینقدر ترس داره؟ تو سوال از من از این است، چرا اینقدر عقده این؟ وقتی که میگه عفو عمومی یعنی برای همه گفته، عفو عمومی همه یعنی همه رو بخشید دیگه، خلاص دیگه کینه و قدرت فراموش. به چی دلیل و به چی عنوان تیمی بعد دو سال یک خانم بازداشت میکنی؟ و هرچی بود دو سال بود گذاشت. زور همین خانم چی زوری داره که بیاد مقابل یک لشکری ابو جهل ساچو؟ هر موقع الان وقتش گذاشت، موقع در موقع خود یک کاری بود. الان نوبت از توه. چرا می مثلا یک دختر خانم گیر میدار؟ به قول خود اول در غزنی بود، الان هم دایکندی است، فردا معلوم نیست کدوم طرف افغانستانه. بله. من نمیدونم چرا مردم ما از حقیقتا چشم پوشی میکنن. یعنی از حقیقت فرار میکنن. چرا؟ جنایت های طالب انجام داد اونها رو فراموش کردن. چقدر بمب در کابل انتحاری کرد، چقدر سر افغانستان نیروهای نظامی رو کشتن، چقدر آواره کردن، چقدر مردم های مسافر رو کشتن. چرا همه از اونها فراموش شد؟ من اینمی چراها رو از اونها میپرسم، همین هوادارهایی که طرفدار طالب است. تا دیر از میگفتی زنده باد اردوی ملی، امروز آمدی تو هم اردوی ملی رو نفرین میکنی، غلام آمریکا میدنی. تو چی رقم آدمی دروی هستی؟ دقیقاً آریان جان خان، دقیقاً گپای تالی است. تشکر از نظرت برار. ما و شما نباید سکوت کنیم. امروز این قضیه نیست، یعنی خیلی از همون روزی که تحریک طالبا حاکم در مناطق افغانستان شدن، در ولایت های شدن یا خصوصا افغانستان رو گرفتن، ظلم و جنایت متاسفانه زیاد انجام دادن. همی چند وقت پیشه که یک درگیری که بین همه طرفداران طالب که در ولایت دایکندی شدن، نمیفهم به خاطر کنار زدن از اونها یا به خاطر زندان کردن یا هر گپ دیگه ای که داره، در اون قضیهش نمیپیچه. من خودم شخصا در ایران بودم که گپ هنم اینجا متوجه شدم که صداقت و چند نفر دیگه، آقای ببری مرکزی شاید بیشتر در این باره معلومات داشته باشن، یک جنجال در بین از اینها وجود آمده بود. بعد از او هر نوع ظلم و جنایت و بربریت خود را اینا در ولایت دایکندی دریغ نکردن و این واقعا متاسفانه و وحشتناک هستن. اگر ما و شما سکوت کنیم، صدای خود را بلند نکنیم دیگه، اینمی روز به روز به یک طرف امیچی میرن، یعنی خاموشی میرن و هر کس هم دیگه هر کارم که دلش خواست انجام میتن که دیگه یعنی یک واقعا یک فاجعه هستن برای ما و شما، خصوصا یک عذاب وجدان هستن چون در قبال ملت و مردم خود ما و شما مسئول هستیم. باید وظیفه خود هر کدام ما انجام میتن. با مرج سرخ دوست عزیز بفرمایید، مهربانی کنین. بازم سلام احترامات برسم اینجا مدیراتور هستی باوری مرکزی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میوت بس خیلی. سلام احترامات برسه خدمت تک تکیتان. مارشال صاحب امان در نظامی کرزای و اشرف غنی حدودا ما و شما 5 لک سرباز برحال داشته، نه کلش در نظام بوده که حدودا از 5 لک یا 4 لک بگیریم، از 4 لک حدودا 25 درصد الی 30 درصد زیر خانمها تشکیل میداد. اگر بگویم به حساب همونطور حدودا 70 هزار یا 50 هزار خانمها بدر در دولت قبلی ایفای وظیفه میکردن و مصدر خدمت در وطن بودن.
و مارشال صاحب، اگر خودت واقعا فامیلی اطلاع داری که این دختر خانم در ولایت دایکندی ناحق و بیگناه دستگیر کرده، باید ما و شما صدای خود علیه ای طالب و کسی که فعلا در افغانستان صاحب قدرت صاحب نظام هستک صدای خود بکشیم و دوستای هم شاید در صفحات مجازی به در حضور داشته باشند که صدای ما و شما را، صدای مردم را در گوشی کلانای به در امارات اسلامی برسانه، فامیدی که بزرگترین وقت این دختر خانم را آزاد کنند. یک موضوع دیگه هم هستک مارشال صاحب ما. اگر در وقتی که این دختر خانم فامیدی رئیس جلب و جذب بوده، سری همسایه خود فامیدی در موترهای زیدی مرمی و بدر کدی بادگارد فامیدی زور گفته و بدر کدام به عدالتی کرده، سری شکایت کرده، حکومت قبلی حکومت فاسد بود، رشوت خوری بود، فعلا حکومت طالبا بدن نه رشوت خوری هسته، اگر شکایت کرده با شکایت همسایگان و اقارب و منطقه را دستگیر کرده فامیدی، این موضوع را اگر تو خودت معلومات داری درست، اگر نداری که اگر کدام شکایت اقارب و همسایش بوده به در چشم به در طالب صدقه که نمی کسایی که اخلال در جامعه با لباس نظامی فیرای وایی که اخلال در مناطق ایجاد بکو و ای که حال فعلا که دزی همچو کاری را کرده به در ما همسو با طالب هستم. دوستی عزیز، منجا ما میخواییم که جواب مزی برادر را بیدیم. یک دقیقه دوستای عزیز، اول که سلام احترامات خدمت جنرال امانی ازاره و همچنین دوستای عزیز آقای آریان 313 بقیه علی جان خوش آمدید. گفتنی ما ای است که ببینید ما معلومات بسیار دقیق داریم که طالبا بسیار یعنی در سطح بالا اینا چیز میگیره، رشوت میگیره در سطح بسیار بالا. هر کسی که میگه اینا رشوت نمیگیره اون نفر اشتباه کرده. این مالی هم که کسایی که در اداره کار میکنه باید بسیار یک پولی انگفتی را بده تا اینه که این دبوره در یک جا و مقام در یک اداره در جای کار پیدا کنه. مثلا این من معلومات خیلی دقیق هم دارم. هر طالبی که رفته در یک جای تیر و طایفه خود برده سر کار کرده، بی سواد و با سوادی خودشه. ببخشید برادر، یک دقیقه شما صبر کنین. خب ببینید، شما شکایت ما شما زیاد میکنیم متاسفانه. ببین من خودم در ترکیه هستم، شکایت زیاد میکنیم، منتها راه حل ارائه نمیدیم. ببین راه حل چی است؟ ببین ما قضیه هولوکاست از یهودیا داریم در دنیا. یهودیا همگی با هم دیگه جمع شدن، یک گروه مخفی درست کردن، همهشون پول جمع کردن، هر کس که مخالف یهودیا حرکت میکنه در کل دنیا فورا ترور میکنه، بدون از اینکه کدام کسی را خبر کنه ترور میکنه. ما و شما و هزاره ها باید این کارو بکنیم. هر کس که به ضرر پیشتر ما در کامنت هم پایین نوشته کردم خدمت قماندان صاحب، با هر کس که به ضرر هزاره ها به هر جهت که کار میکنه، چی برای خانم ها چی برای آقایون. من خودم شخصا در کابل بودم، سر من راجوری کردن، مرا 3 روز بردن 12 خواب دادن متوجه. بعد از با دوستایم بازوبر اومدیم بیرون و حتی من خدا شاید به جنرال های خیلی بزرگم تلفن زدم، گفته بود بیادر من را به گناه آوردن یه حوزه نگاه کردن بیاین کمک شوین. یکیش گفت که من در سر مرز هستم، یکیش گفت من در وظیفه هستم، هیچ کدومشون به فریاد من نرسیدن. باید اون کسایی که خائن است از بین خودمون باید جدا کنیم، بکشیم بیرون. اونایی که برای همسایا خدمت میکنه مزدور خارجی هستن، کلشون خارج کنیم، یک گروه درست کنیم، یک هسته بسیار قوی جور کنیم و او را تمویل کنیم. خود ما و ما و شما امی رقم باید پیسه یک دلار از کل دنیا جمع کنیم، یک گروه قوی جور کنیم. هیچ کسی دیگر نیاز نیست که خبر داشته باشه. هر کس که ضرر زد در گروه درست میکنیم، میریم در همون کشور پیگیری میکنیم کی از خانش پیدا میکنیم، اونم اونجا تق یک دانه مرمی تفنگ شده کلش خلاص. وقتی که این کار که 10 سال که ادامه دادیم، بعد از 10 سال همه مردم خبر میشن که واه والا نه قدر این مردم نمیشه قد از این مردم چیز کرد. و هر جای که ما را دیدن، در داخل شهر کابل دیدن، چی در کویته پاکستان دیدن، چی در تهران دیدن، در اروپا در امریکایش دیدن، با ما احترام میگذاره. چرا مگه این مردم قدش نمیشه؟ مردم یهود آل کلگی مردم ها، من خودم در شرکت توریستی کار میکنم، یهودی ها که از اسرائیل که میانیم در داخل ترکیه کلگی برشان احترام میگذارن. به خاطر چیزی خدا شاید یک روز من دیدم که یک ترک یک بهترامی کرده که اسرائیلی خدا شاید نزدیک بود که 1000 از اون نفر بکشه داخل کشور ترکیه. دوست عزیز ببینن، برادر عزیز، برادر جان، صدقت شام، سلامت باشین، نظرهای خوبی دارین خودت و مرج سرخ هر دویتان، گپایتان قابل قدر هستن، ولی اصلی گپ در کجا هستی هستن که تحریک طالبان از روزی که
تسلیت در افغانستان پیدا کردن. اینها همه همواره و چشم ملت و مردم خاک میزنن، میگن که ما عفی اعلان کردیم. پس ای عفی از اینا سلیقه‌ای است، عفی از اینا منطقه‌ای است، عفی از اینا واسطه بازی است، عفی از اینا اونمو هدف قرار میتن. اینه هیچ وقت من متاسفانه ندیدم که بالای نیروهای امنیتی افغانستان در هر ولایت خصوصا مناطق مردم ما که عفی شده باشد. چند وقت پیش خودتان دیدین و در رسانات من متوجه هستین و میبینین که تا هنوز خیلی از منصبداران ما و شما را از قوم خصوصا قوم محترم هزاره را اینها هدف قرار دادن به بهانه اونمو رقم در قندهار هم اینا یک فاجعه انجام دادن، در دیگر ولایت ها هم. بناهن امروز باید مردم و ملت در بخاطری که تا دیروز نیروهای امنیتی را هست و نیست خود می دانستن و اینقدر زود اینا را باید فراموش نکنن، بخاطر عزی برنامه هستن. امیدوار هستم که سر بعضی مسئله دیگه که ما چی کار کنیم چی کار نکنیم، سر از یک نظراتی هستن که بخیر ما شما باید هر گپ و هر صحبت در امو جایش بگیم. مرج سرخ بیشتر اشاره میکنه که اگر ای کدام فایر کرده یا کدام دیگر کرده یا گپایی که در دوران جمهوریت بعضی بیبندبارای لوچگان جام میدادن در او فکر هستن. برارم امروز کسانی که نتوانستن توانایی زیر ندارن که خود از افغانستان نکشیدن یا نکشیدن نتوانستن، اینها اگر در پلیس بودن، اگر در امنیت بودن، در اردو بودن، یعنی هر لحظه جان از اینا در خطر است. خلاص برید بگم هر لحظه هر ثانیه امکان دستگیری از اینا دارن و دلیل در کجاست؟ سر ازی باید بحث شوند. مارشال صاحب امان، یک نکته را من اشاره کردم که اگر ناحق فامیلی دختر خانم بندی کرده و باید ما و شما صدای خود بلند کنیم. اینمی گپ مرج سرخ، اینمی گپ خودش درست نیست. ناحق نخی چی کدام قماندان بده، ای وزیر دفاع بده، رئیس جمهور بده، چیکار اخوی بنده خدا یک دختر خانم بود در ولایت دایکندی مسئول جلب و جذب نیروهای امنیتی رو داشتن که خیلی دیر میشه یک خانم نشین بدن. یکی میره طالبا با توسط خودش و حتی با دو خواهرشان اینا رو میگیرن یک جای دستگیر میکنه و بعد از او دو خواهرش رها میکنه. فعلا این دختر خانم بنده خدا اصلا معلوم نیست که زنده است مرده است، یا کجا بردن کجا نبردن. و این مسئولیت ما و تو داریم که در ایرا ایمانان وجدانان که ما به خاطر ملت خود و مردم خود و خصوصا به خاطر از این دختر خانم صدای خود بلند کنیم. این دیگه چی گپ شده میتونه که ما بگم آیا این راست است دروغ است؟ تمام رسانه ها این را پخش کردن و راپور دقیق هستن، اونجا نوشته کرده واضح مشخص که نمیتونه یک فاجعه متاسفانه اینا انجام دادن. دیگه تشکر از خودت برار، از خودت برار سلامت باشین. بعضی دوستایی که هستن خواهش میکنم بچه قوما در لایف اگر معلومات دقیق ندارین، اگر نمیتونین درست تشریح بیتین، در نظر ما بهتر هستن که شنونده باشین. البته ببخشین گستاخی میشم. علی جان برار خوش آمدین، مهربانی کن. سلام به خودت مارشال جان، سلام به ببر دیگه دوستایی که هستن. ما از خود تقاضا دارم می دوستایی که یک از خود یک از دوستایی که میان بالا خواهش میکنم اگر بر گفتن ندار نگه این معلومات نه نه این بالا جبر نیدم پایین بشنید گوش کنید گفته هر وقت اگر تشین قشنگ بین بالا ماشال جان هر وقت که این قوم های ما خود تو بیشتر معلومات داریم میشناسی اکثرشان گفته نه فضای مجازی هست معلومات نش از سیر همارو بالا نیا میارم مگر رشوت در بین طالبان نیه خرم مفهم آدم مفهم که طالبان از هوا خیسته نیه قدرت چی امی گفتیم باور اشاره کردم رقمی یک وقت یک پاسپورت میگفتین شما در $300 $400 در جمهوریت یالا گفتیم در $2000 $3000 گپش کشیده وام باید چند نفرم دعوت بکنی رشوت خو مستقیم نیه چند رقم رشوت در میگه اینمی یک تو مستقیم میدی طرف در زیر میز یک نیست غیر مستقیم قیمتا رو بالا میری تا طرف وادار کنی مجبور شه ولی تو پول زیاد بده تا کارش را بندازی دیگه اون مسئله دیگر را یاد کرد که دشمنی یک گپای ناقن ازم بشه قوم اگه هستی معلومات دست خوب بیا نداش دیگه خواهش نه بالا بیا نه گپ بزن امان جان امی عکس امان متاسفانه طالبا صادق نیه ده چیز خود خواه تنهایی مسئله نیه دور قبلی و من میرقمی بود مردم از یاد ازیاد کرد خصوصا مزار اون خود در جیان شستی قتل هم یک اولنگ در جیان شستی در طول 20 سال هم گفته اگر تو در جمهوریت خود در نظام بودی که مردم نه کارشان صادق هستن نه حرفشان هم قبرشان قبل صادقان هستن
اینا همو خرش از او بگذره، گفته یکان سر شای از ما شما رحم نمکنه، ولی بهتر اون موسه که امروز کسایی که هستن یک فشار رو بیاریم دست جمعی، خصوصا لایوای خود یا لایوای دیگر دوستا که بیننده زیاد داره، بیایم بیشتر جمع شیم، می شرایط می تصویرها و می جنایاتی که اتفاق میفته بالای قوم های ما یا بالای هر کسی میره یکم فوکس بکنیم سرش تا بتونیم جلب توجه شو و حداقل یک صدای شو که بتونیم برسیم. ولی او کارهای دیگر رو گفت آدم میتن در خصوصی با دیگر حرف بزنم، مثل از این جنایت متاسفانه زیاد است، ما و شما خبر نموشیم یا رسانه ای نموشیم یا هر کدام ما و شما چون در افغانستان نیستیم یا او کسایی که مورد جنایت قرار میگیره ستم سرش موشه امکانات نداره دفاع بکنه، یا رسانه هم در افغانستان خودشون میدانید که زیر نظر است، کوچکترین خبری که ضد دولت باشه یا به اصطلاح ضد رژیم طالب باشه یا به نفع رژیم طالب نباشه و اصلا نشر نموشه، و اینمی فشارهای ما و شما یک صدای باید شد که حداقل دیگه ظلم کمتر شود، و برای که ظلم کمتر شود ما و شما باید بیشتر کار بکنیم، زحمت بکشیم، پیش پرده و پشت پرده. دیگه آرزوی من میسته که این جنایات زودتر ختم شود و طالبا واقعا اگه میخواید مردم در کنارشان ایسته شد و می گروه توریستیشان که بر فعلا پای نگرفته می پای پیدا بکنند در افغانستان، ظلم و ستم کمتر بکنه، ظلم و ستم کلا از بین ببره، خصوصا مردم هزارک در 20 سال جمهوریت هم اینا کشتن، مردم هزاره را در دانشگاه هم کشتن، در شفاخانه هم قتل عام شدن، در هر تظاهرات هم کشتن، در شاهراه هم کشته شد، در ولایات هم کشته شد، مردم هزاره اینا را نکشتن، نه دیگه هزاره سریش کدام از حمله نکرده. و اینا دقت بکنن که اگر هزاره امروز صبر کرده یا امروز گفته ایگون متوجه است که چی بوده چی نگه، ولی یک روز اگر بد چه خورد از آرام کار میکنه که در افغانستان همه رای خود گم بکنه، همون کاری که گذشته ها شده و این دست زدن نباید باز باریم، طالبات دقت بکنه، همون عفو عمومی که گفته عفو عمومی شامل همه موشه، هر چی در گذشته اتفاق افتاده مردم اونا را عفو بکنه، طالب ها را عفو بکنه، اینا با مردم کار نگیره. نظام جمهوریت با تمام اسونسش نابود شد، خلاص رفت، ولی امروز کسایی که در افغانستان هست باید امنیتشون تامین شه، باید گفته از آزادی انسانی و حقوق شهروندی مراعات شه، همشون شهروند می کشور، حذف رای حل نیست، کشتن رای حل نیست. این آدمایی که در نظام قبلی کار که یک نظام بود که مردم پشتیبانی میکرد، دولت بود، همه چی بود، طالبا هیچ چیز هم نداره، ولی بخوای این کار ادامه بده و خدای قومی زیاد میشن، مشکلات افغانستان رو زیادتر میکنن، و قطعا ما سکوت که نمیتونیم یا سکوت هم در این شرایط داده شرایط دیگر راه حل نیست، حتما صدا بلند و صدای ما شاید یک روز آنقدر قوی شوه که بتونه طالب با یک صدا نابود بکنه. می اتفاقا افتادنی است، متوجه باشن طالبا، کسایی که از طالب حمایت میکنن متوجه زیاد باشن، طالبا را فشار برین که زن و مرد مردم خصوصا از قوم هزاره هیچ وقت به کس صدمه نزده و هیچ وقت گفته یگان کس را دو دشنام نداده، نباید مورد آزار و اذیت کوچکترین مسئله قرار بگیره. اینها مردم هست که گفته یگان اگر در افغانستان یک کمی این مردم فضا پیدا بکنی افغانستان آباد میکنه، افغانستان فضای جور میکنه که هم پشتون بتونه راحت زندگی بکنه، هم هزاره بتونه، هم تاجیک، هم ازبک، هم دیگه اقوام. اگر هزاره ها در این جزئیات شوه یقین بکنه کل اقوام اذیت میشه، اگر هزاره ها کشته شوه یقین بکنه کل اقوام کشته میشه، اگر هزاره ها ناراحت شوه کل اقوام ناراحت میشه، اگر سرزمین هزاره مورد تاخت تاز قرار بگیره کل افغانستان مورد تاخت تاز قرار میگیره، و نباید تاریخ تکرار بکنیم. در افغانستان همه زور داره، هر حتی هزاره باز اگر زورش رسید کلاه خود کج مون وقت مو قهرمانش هم دیوانه میشه، دیوانش هم قهرمان میشه، یک جای میشه، باز گفته اگر همه چیز هست نیست نابود میشه، باز وقت نه تو خیر میبین نه ما خیر میبینیم، کشورم در جهنم که داریم هم باقی میمونه. تشکر، ما با دنوبت خودی هم حرف میزنم، خیر دیگه دوستان، سلامت باشین، بخیر باشین دوستایی که آمدین، خیلی خوش آمدین، اجازه باشد با مزرد شما از شیرزاد صاحب سلامون سنگ گران از شیر خوب استان و سیاد تان خوب بابا خواب بودیم آمدین علیف تان کامره رو باز کنیم باز... نه کامره رو باز نکنین، کامره رو باز نکنین شیرزاد صاحب، تا سخبول پده که خبر هسته که نسته در سمر وقت تقریبا دو کال نزیاد سو چی در طالبان و تحریک اوس چې افغانستان ته راغلی دی، دی خو په میډیا هر ورځ راځي، کله وینا وینالو دا کله پارسي بګو پارسي هر څوک چې ده پرېږده چې په پښتو وایم درته.
هر څوک چې دا دوی خو اعلان کوي که مونږ عف کوو عف کوو. دلته خو تاسو خپله پوهیږئ که هر ورځ په جلال آباد په قندار کې همدغسې په دایکنډي ولایت په بامیان کې په کابل کې په مزار کې په هر ولایتو کې هغه څوک چې په ملي اردو په پولیس کې یا په امنیت ملي مخکې کار وظیفه لرو دوی متاسفانه ډېره په یو سیستم هر ورځ د منځ نه ځي. ولې د تاسو خیر به پارسی میگی که بیا دارم با پاما پا میدی؟ ما به می خاطر سلام تمام بیادارم پارسی بگن می روانی کن سید درست است با تمام بیادارم سلام دوباره مجدد میگیم آقای شیردار کتون بودی بفرمایید. ما شما گوش کنیم، ما یک چیز برد بگوییم، چیزی که حقیقت باشه او را برد میگیم. ما و شما ملت افغانستان که هستیم باید باد عزیز جان خود قربانی یک شخص یک سیاست نکنیم. فهمیدی؟ ما و شما یک برادر یک خون یک چیز هستیم. در هر جا که مشکل پیدا میشه باید تمام ما یک صدا شویم که اینجا ظلم است، اینجا ستم است. یک چیز دیگه هم برد میگم برادر عزیزم، امان برادر، طالبان مرا میشناسه، طالبان مرا میشناسه. یک چیز برد واضح بگویم، خود این در جلال آباد زندگی میکنیم، امین نام مرا که در گوگل سرچ کنی باز مرا میشناسی. پا میدی؟ این همین نام هست، دیگر نام نیست. خود تعالی با خدا ما ندیدیم کس در خانه ما آمده باشه. درست است شیرزا صاحب، دا خبر خو نکیگه لیکن زیتا تا گوش کنی در هر در کسی ظلم ستم دل تا دل تا زی اصناد نروم چی پا دیکنی ورند که داغا خلقه ایسرا خلقه بیدن میکنیم. این را باید مکمل تحقیق شد، باز چی شوه انتقاد شوه به نظر شما چی تحقیق شود؟ آقای شیرزاد صاحب شما مرا میشناسید، ما چند درست است چند میپام ما امروز کسای دیگه برد کسای امروزی برد کنیم. کسای امروزی یا کسای امروزی در ولایت کاپیسا یا گرسواری به نام چیه دیگه، اموجه پلیس بود، زنکه بود، در خانهش کس با انداخته به مدستی، آخرش که گیرش کده شوهرش رو کار کده بود. فهمیدی؟ این را باید ما و شما مکمل تحقیق کنیم. پیش از تحقیق سرندوالی با محکمه معرفی نمی کنه. خب ما خبر نداریم از یه ایجا چی افتیده؟ امارات برد بگیم. این را گفتم که تحقیق شد بسیار خوبش هست. خب درباره طالب نیست، طرفدار طالب نیست، شیرزاد صاحب دماغ خبر باورا زی اخپل مخ که سو میسته چه لارم آقا ایران که ده ایران پا مشهد ولایت که ده جنرال صاحب تادین خان سر دما ملاقات بو. جنرال صاحب تادین خان پا نالتا سو دوستان نورم بو دیر پا جرا اندغا سی خبری وکو چه متاسفانه بد بختانه آقا سوک چه ده جنرال صاحب رازی قومونه چه بو پا خندار که ده آقای جنکیان ده آقای طول قومونه دست یو مستقیم در تویم یو قومی مخالفات لری تقریبا ده شپک زر زوانان دیر شایدن کرده ده خود تو نشه که وی چه پوتو که وی نه ده کار نده سویده. آقا بیاداریم تو رو با خدا گم پسیست و دارا نزدیم. ما بسیار خوب اینا رو میشناسیم، فهمیدیم بسیار دقیق میشناسیم، بسیار دقیق. یک نفر بود گوش کنی، یک گوش کنی این سیاست ما برگو یک چیز باید بگویم. نگال حکومت کافیر آمده گم گوش کن چطور کافیر بود سر قرآن مرا استاد کرد گوده خود سعیز گوده با چی شد میگرد وقتی که تارت میکرد وضوع سر شیر میکرد فهمیدی این تو کافر بود. گود وقتی که نماز نمیخواد کافر بود. چرا تارد میکرد؟ یه چیزا تمام شفاهات است، یه چیز هم نیست. ما میگم به سطح نگرار ما مخالف طالبا بودیم، با خدا و کرا که هیچ کس در خانه ما نمده. ما قسم برد امیدوار استم که در خانه شما اگر نامده در خانه خیلی وطندارای پشتون که دخترای جوان چانه برده به پاکستان از او خبر شوین. مطمئن استم خبر دارین و همین قدر خداوند شما رو جرات بیدن، خداوند شما رو جرات بیدن که یک اخوارا بیاین بگوین صدای خدا ننگ نکنین ننگ بی جایی.
طرفدار گپای طرف بود صدا بود و بیادر ما کن آدم پارا میکنه نه ما را گوش ما میریم طرفدار و بیادر هستیم ادین هم داره چینم داره باید یک صدا شیم در هر جا که کترات ظلم پیدا شوه یک صدا شیم این بار بود کمی اسناد است بردن آقای شیرزاد من میگم همی اسناد است و تمام رسانه ها پخش کردن با دو خواهرشان بردن دو خواهرش رها کرده و خود ازی آمیر جلب و جذب ولایت دایکندی بود خود ازی اصلا نامعلوم است در جای نامعلوم انتقال داده یک نفر میگه که من مردم من کشته شدم ولی تو خنده میکنستونش یه خود درست نیستن اگر تو را غرض نگرفته اگر تو را کار نداره اگر تو شما فکر میکنن که تحریک طالبا با پشتونها رحم میکنن خب من پیشتر مثال دادم که خود جنرال تادین میگه بالاتر از 6000 جوان ما را برده حتی دخترای ما را برده و پاکستان حالا چرا پوت میکنین چرا پنهان میکنین اگر شما فکر میکنین با همی طالبا شما قدرتمند هستین خود یک مشکلی بدبختانه یک مشکلی بزرگ است یک فاجعه است در افغانستان بیادر عزیزم امان جان ما تالی 7 سال شده افغانستان نرفتیم فامید یک اپ مرا گوش که 7 سال شده ما یه چیزی بردمیه که خودیم دیده باشیم ما کسای کندار یاد نداریم او دو دختره که هست که گرفته او را معلوماتش نداریم یک چیز بردمیه که ما پیشتر بوده هر جا که ظلم شوه ما هم رای تا استاد از این صدای خود را بلند میکنیم ما یه تو گفتم با میدی؟ آقای شیرزاد اینجا اجازه بدین که ما هم یک کمک با اجازه بقیه دوستا ما میخواییم که امروی دیالوگ یک کم صحبت داشته باشیم آقای شیرزاد عزیز فعلا اینمی اطلاع به ما رسیده که اینمی دختر خانم در دایکندی اینمال در حال بازداشت است این یک مسئله مسئله دوم میگی هیچ کار صورت نگرفته آیا از پاکستان 1 میلیون نفر که به نام تروریست در پاکستان امرای پاکستانی ها می جنگید اینا را در سمت شمال افغانستان و سمت مرکز سمت پنشیر گرفتن اینا را جابجا کردن حالا در اینا چی گفتنی داری؟ حالا خودت اینا را یک کمک تشریف بفرما این در وقت جمهوریت آمده بود در مقابل فوج پاکستان جنگ میکرد در خوز دیره بود ایالی نامده فهمیدی؟ یک بار حکومت پاکستان بمبارم کرد دومیش ایالی نامده از این ترس میخورن؟ از این ترس میخورن که طالبا سرخانه شما نه؟ شما مرد بیادر این گفا بیداری که ولی در بکم اگه اون گفا را بگوی باشه بیادر عزیز سرزاست این مزایم شما نمیشه امان جان مزایم شما نمیشه همی نظری سر مربانی کنن سلام خدمت شما سلام خدمت بینندگان امان جان کسایی که میان اینجا لابگری میکنن اصلا معلومات درباره نظامی گپا ندارن طرفدار از حق قوی میکنن اصلا ضرورت نیست با اینا بحث بکنی بس ما تو امروز میفهم لایف کم مشکل پیدا کرد چرا خم گپ بود ماند همین نیروهای افغانستان که فعلا بعضشون در افغانستان ای را ترجیح نمیدیم امیر به قوم هزاره ما ای را ترجیح میدیم به قوم پشتون ما آیا ما منتظر بشینیم که بالاخره سر فرد ما سر خود ما یک مشکل بیا با صدای ما بلند بکنیم یا وقتی یک قوم دیگه ما هزاره ما یا پشتون ما یک مشکل دچار شد ما صدای ما بلند بکنیم ای برادرم با شیرزاد که تو امروز مثال آمد 50% لابیگری داشت به طالب او مفتی پاکستان که شاید اون در رسانه دیده که میاد از افغانستان یک دختری را که از هر اقوامی که هست میگیرن زن دیرش هست تا خود لاهور پاکستان با دم به دل را میبرن آیا در باری از اینا یا چی گفتنی دارم در اینا ساکت بشینیم خدا روسی هم اونجا مصفاتی را در رسانه دیدن دلم در گرفتن بله تشکر نظری سر بخیر باشین همین بعد که اینا فعلا در افغانستانه هست اینا کنون سکوت بکنم تا منتظری که حالت سر خودشان بیا با صدای خدا بلند میکنن نه که منتظر میکنم صدای در مقابل تمام اقوام افغانستان صدای در بلند بگو که سر خودت نبیا ای حالت دقیقا سلامت باشن نظری سر بخیر باشن قرار بچه ها تا مربانی کنم بفرمین سلام احترامات کماندان امان به خود دوستایی که در برنامه حضور دارن دوستایی که در پایین هستن همین برادرم فکر کنم پایین رفتن ما کدنه من دی کاملا هم زمان قماندان امان هم نظر است مولی فعلا در افغانستان زنکه را که مثال یک زنکه صاحب منصب دولتی بود دیر مردم میشناخت اکسایش برامده که را گرفته
نول کسایی را مثال که نمیشناسه چی که مردم گرفتم و شما چی خبر داریم؟ یک مسئله کمی کچا در بسود آمده دیگه بدن این کسی که در جریان است نیست حتی در منطقه رفته کچا گفته شما باید منطقه را دیگه خالی کنین برین و اما بابگه که در صفحه مجازی عکسش بر آمده بود که گوش پاره شده بود که افتیده بود اگه دیده باشین بله اون اما فامیلی درایش استار شده بود دور زده بود بعد از اون مثال که میره در ولسوال تا بالا گفته که هر کس که درای کوچه استاد چه وزید که در بدتر میشه ولی مثال در اونجا خیلی گپای دیگه است فکر که یک نفر میتور در منتقد میگه بخی برو برای دیگه از اینجا تو امو دوران عبدالرحمن است چی است اون امو دوران فکر که در حالت تکرار شدن است من این مثال این یک چیزی من گفتم قماندان صاحب که زنکر گفتم که به حساب یک دولتی بود ایره مردم میشناخت امروز گرفتن اما این چیزایی است که در افغانستان جریان داره و یک تعدادی که میبره طالب لابیگری میکنه دیگه میکنه و فقط اونمو تعدادی که مثال شاید برش پول بده چیز بده اونمو رو فکر میکنه اون مردم ملتی که در اونجا هسته چی میکشه او رو فکر نمیکنه ولی ما میخوینه در اروپا استم جای ما رام جای گرم است نان نرم نان میرسه کل چیز اما فکر اونجا رو مثال اون ما از چیزی پشت صحنه که ما گپ میزنم ما موضوع منطقه هستم گپ میزنم چیزایی رو ما میشنم به خدا قسم که بخی خونیم در جوش میه معنی باز ما در کدام امید بیایم که از این مردم فامیلی بلا چی شیم فکر کو طاهر زوایر تسلیم شد آمد بر از این مردم یک چیز کرد که ما تسلیم شدیم دیگه مگم قرار تسلیمی ما این نباید باشه که مثال در منطقه فامیلی اگر تو 10% ظلم میکردی امروز 70% ظلم شده سلامت باشین همینجا تق تق هم میاین مزایم شما نمیشم سرنان هستین بخیر باشین وفا جنرال وفا شرقل هست سینگه هست سلامت اما جنرال امان تق تق علیکم سلام کامره بم چالانده کما سلام من امان جان تا علیکم سلام وفا جان شرقل هست سینگه هجور خیب خیر موضوع پویسه ویده والا وز دفتان را موضوع می نده خیستی خب ما یا بل پیغامم تا تر آورده که موضوع موضوع دیده که پولیسی خزی وکنه بله بله آها خیر دیر که من دی مسئول جلب جذب قماندان امنی ولایت دایکنده را دستگیر کردن آها ورورا په کلاکوټ کوی غندو منګه کاغه د پخوانی نظام خلک ول کو سینی ول باش کې مده دری وګویم کې ګورګا گی په فما اگر منسوبین د دولت جمهوریت بود یا آزاد است کله گی افغان است اگر ای روی ما سیاسی روی ما سفید باز هم از مو وطن هستیم پهلوان شریک هستیم هم وطن هستیم خوار و برادر هستیم همه چیز هستیم باید پشت ازی تن آزارا بلند نشوه کلگی صدای ازیرا بلند کرد که اپا کدی و بیادر باز در چی از لنگ ویزان ما میکنی یه دردآور است ما در این چی نمیشم که ما حالا بگویم که والا سران طالب از قوم مستک ایجا باید کس او را یاد نکنه ازار دفعه ما اول صدای تما بلند میکنم چرا می کار شده چرا اگه با بر ما واضح کن اگه این زنکه مثال گپ در این وقت به مخالف نظامت در وطنت کدام عملات تروریستی کدام ترهریزی دیگه چیز داشت برای ملت واضح کن که ولاد اینی گناه بود که ما بفهمیم دل ما آرام شوه اگه نبود که منصور به چیزی افسر پیشین جمهوریت بود تو خوافه کدی این همیاله که گفتی چی پشتونت قدرت در نظام است از نظام پیشین او ملا شد و پاک شد وقتی که ازاریت در خانه هم ششته در نظام تم نیست و گناهگار شد ای خب باز چی می آید؟ ما جدن پیگیری میکنیم موضوع را باید همی گناه اینمی آدم بر ما روشن کنن که آیا یه همیالی که قطع کس ارتباط داشت به مخالف نظام بود چی بود؟ چرا دزگیر شد؟ یکی دوم دیگه امان جان نمی چند روز یک موضوع بسیار داغ شد از جمیل قادری بله بسیار خنداور است خو امروز چی یک دو جنسه لایف آمده بود که والا می طالب پرستا را ایتو میکنیم هیچ کس طالب پرست نیست هیچ کس گفتی چی هر کس که استودنت باشه او یک طالب است طالب ها که اول مانایش آدم بفهمه یک شاگرد دینی علی چیزی دینی را خوانده ای میفهمه آل یک نظام است اگر کسی به خاطر امروز من یک مثال میگم اگر امروز امان ای صدا را بلند کرده که چرا ای گناه میشه
حق دارم، من حق دارم دیگم، اما یک کار خوبم که شما ما حق داریم که صدای خوب بلند کنیم. من میگم بسیار خنداور است، بسیار ایزار کشیدن از خود است اینی مردم که کدام کار شروع کرده کدام کار کرده. بازی ها ایقدر احمق است، همقدر نمیفهم. امان تو از طالب میترسیدی که تفنگی تا ماندی در زمین؟ نمیترسیدی، اما تفنگی تو را امریکا و ناتو گرفت بر دست طالب داد یا نداد؟ از دست چهار تا روسپی و لندغر مثل که اینمی افسر ما امروز دهی تو یک شرایط قرار داره، از چهار تا روسپی و لندغر چپاولگر که نام مملکت ما را در دنیا در فساد در درجه اول چی کده بود. یک سناتور امریکایی میگه چرا سیاست امریکا در آسیای میانه زیر پای افتید؟ میگه بخاطر از اینکه چهار تا لندغر از سمت شمال که حلقه مسعود بود ما وارد قدرت رساندیم، ما خبر نداشتیم که گوزی مردم است، غیر دزد است، لوچکی و اختطاف میکنه، دیگه کدام چیزی نداره. میگه در افغانستان دولت که جور شوه، دولت یا مشمول که جور شوه، ما تمام لیست نمیتیم که از 36 سال ما سرکی که سرمایه گذاری کردیم در افغانستان چند میلیارد دلار سرمایه گذاری شده در مقابل روس، اینمیار در مقابل توریسم که بود که به اینال باز طالب تشکیل شد، یا کلش به میلیارد دلار آمده، چهار تا لندغر و موبایل دوسی یارا برد. اگه ما امروز انتقاد میکنیم از طالب، اما این نیست که مثال گپ سبا روز ما خوش باشیم به سیب قای مرکز یا برای اینی بچه بز مسعود چی نام داره احمد مسعود برای از یا ما خوش نیستیم. ما عدالت میخواهیم، یهود در مملکت محاکم باش، عدالت بر ما بده، حق حقوق ما را بده، خواهرای ما را بده. لطفاً بخشش باشه، توهین فقط نکنید چون لایف سیاسی است. لایف سیاسی است. دو نیم سال که نسل ما را توهین کرد، آیا یک روز برش گفتی که توهین نکنیم؟ تا امروز هم توهین میکنه، امروز هم باز هم میگه مثلا است. ما بسیار جالب است، ما صدا نمیکنیم، هر چیز درونی ما کلان است، همیار چیزامو تو خب تیر میکنیم، وقتش که آمد خدا نشان میدیم. اما چهار تا روسپی که هم ملامت است، هم ملامت است، هم گناهگار است، هم چپاولگر بود، هم دزد بود، اما امروز ما تو را ملامت میکنه. امروز وفا جان ببینین، آقای وفا ببینین، شما خیلی توهینم کردین، من سکوت کردم به خاطر از اینکه شما گپای خدا در کل ادامه بدین که جای یعنی فکر نکنیم که ما شما را اجازه ندادیم، هرچند توهینم کردی بازم اجازه دادیم. به نظر خودت شخصا اگر تو پشتون نمی بودی، نه؟ یک سوال، فکر که تو پشتون نمی بودی، در جای از او بچه پنچری قرار می داشتی که سر خانت ظلم شده باشد و بچه کاکا و بچه مامای تا یا بیادر تا دستگیر کرده باشد، نه، به خاطر از اینکه تو از پنچر هستی، به خاطر از اینکه احمد مسعود از پنچر است یا آسیب خواهی مرکز اینا از پنچر است، تو به نظر خود چی احساس می داشته بودی؟ یه احساس 20 سال مکدیم، مولای مسجد مرا در گونتانامو روان کرد، دختر جوان مرا در هلیکوپتر بالا کرد، جاسوسی کرد، اشتوکای مرا کش، روسیای مرا بمبار کرد. 20 سال صدای کی بود که صدای پشتونه بکشه؟ 20 سال مادر بمباره که سر ما چی کرد در ولایت های جنوبی و شرقی، هیچ مرد، زن، طفل، کودک، جوان، سرسفید و پیچه سفید سر خود آرام در بالش نماند. اون ملت از قار خدا بترسین، چهار ولایت ما که آرام بود که اوجه ناتو و امریکا وجود داشت. تو میفهمیدی و ما نظر دلیلش در چی بودن؟ وفا جان دلیل، ما خود 34 ولایت افغانستان وظیفه انجام دادیم، دلیل در چی بود که امریکای عملیات های شبانه انجام میدادن و نفرها را از پالوی زنش از خانش میبردن در بگرام؟ دلیلشی بود امان جان، خب وطن ما اشغال بود، یکی دوم دیگه امریکا را که کسی بازی داده بود به نام توریس که برد در چی از مایدی بند در افغانستان، امریکا و ناتو مخاطب با یک ملت بود. اگر طالب یک گروه توریستی می بود، یک گروه می بود، سرنگون می شد. 20% مردم افغانستان ما قطع امریکا دست به دست استاد بود، مثل اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، موسسه های مختلف، فعالان مدنی، وکیل و ساراندوال و دیگه و دیگه، امیداری ملکی و نظامی. پا
پشتوانش چی بود؟ امریکا و ناتو بود. مگم بازم ای پدیده را گم کرده نتانست. از سرک پخته به خامه تا شده نمیتانستی. از دیوال ولسوالی با قریه امنیت نبود. چرا که بس در کجاست؟ بس در کجا هستن؟ بس در اینجا هستن. نمونه مثال شمی موضوع برنامه امشب به خاطر از او دختر خانمی که در مسئول جلب جذب ولایت تایکوندی بودن و اونا را با دو تا خواهرشان دستگیر کرده و دو خواهرشان رها کرده، خود از این دختر خانم هنوز نامعلوم است، یعنی به جای نامعلوم انتقال داده شده. به نظر خودت یک روز افغانستان خانه مشترک تمام اقوام افغانستان هستند، یک روز اگر بار دیگر به یک دوران قبلی یا یک سرنوشت افغانستان تغییر کنه، اگر یک کسی او را از آدرس یک قوم دیگه از در جلال آباد، پکتیا یا خوست مناطق پشتونشین همچون کاری را بکنه، به نظر تو درست هست؟ یک گیرم که بیخی طالب بوده باشد. دقیقا امی سوال تا ما بیخی ناراحت میشم از امی سوال، بخاطر از امی اگر خواهر قوم ازارست خواهر مام است. ما باید ایچه صدای خود خفک نکنیم از صدایش بلند. برای ما تو مطرح نیستی که تو سیاستی، سفید استی، تاجیک استی، ازبک استی، ازارستی، اموطنم استی. اگه ای گفت ما ای تو پاسخ میتیم که ولی تو رستی خود ما قوم پرستی میکنیم. چرا اگر ما برای خود حق میخواهیم که ما یک انسان استیم، ازاره انسان نیست؟ ازاره از وطن نیست، مسلمان نیست، خواست. این سوال هیچ وقت تو از ما مطرح نکن که والا امروز دایکوندی ظلم است، سبا روز اگه رژیم چی کد تا پکتیا باید ظلم باشه. نه، بیای که امروز دمی روی ظلم دایکوندی. یک مثال دادم، یک مثال. ولی تو این مثال به خاطر زی دادم که کسانی که دیر ظلم هستن شما درک میکنن یا نه؟ این مثال به این خاطر بود. باز برات میگم والله به بالله به سمت الله مسلمان هستیم، کلمه را برات میخوانم لا اله الا الله محمد رسول الله. درد دختر دایکوندی و پکتیا و قندهار و ننګرهار و پنجشیر و بدخشان بر ما یکی است. از این که خو گپی که الان نیست مسلمان هستی. بله تشکر، سلامت باشی، بخیر باشی. علی جان مهربانی کنین، بفرمایید. ما میخوام چند نکته دیگر رو بیان بکنم. طالبا دقت بکنه، ما وقت طالب میگم پشتون نمیگم، میره خیلی دقت بکنه. طالب هدف ماست امروز کسی که دمو رژیم در قدرت است، متوجه باشن که رژیم ها در افغانستان همیشه رفتنی است، هیچ کدامش ابد الابد ماندنی نیست. اینها اگر کنترل نکنه شرایط، اگر همون نظامی های خود که بی سر و پا هستند در هر جای هر کار دلشان شد، به نام قوم، به نام مذهب، به نام منطقه یا محله خود هر کار میکنن، اینها را اگر کنترل نکنن، اینمیا باعث میشه که دولت دمی رژیم خود از یاره یا به اصطلاح گروه طالبان اینا رو نابود بکنن. به خاطر ما اگر در گذشته کم دقت بکنیم، دولت اگر یک دفعه پاشید یک روزه نبود. این 20 سال بر مردم از اینها دل برید. چرا دل برید؟ به خاطر که دولت با مردم کار نکرد، مردم از دولت جدا شد. همیشه مردم خدمات میخواست، فقر نابود میخواست بکنه، مردم میخواست نان، ولی دولت این کار نمیکرد. متاسفانه وقتی این کار نمیکرد قسم شد که روز مردم پشت دولت استاد نشد، یک شبه سقوط کرد. طالبا هم متوجه باشه اینمی کسایی که امروز میه در هر منطقه، در ولایات، در کابل یا در هر جای دیگه میه به حریم خصوصی مردم بدون سند، بدون کدام حرف و سخن دسترازی میکنن و مردم هم مورد تاختاس قرار میتن، میزنن یا به اسلام مکوبن یا زندانشان میکنن. متوجه باشن که مردم آهسته از اینا جدا میشه. اگر مردم جدا شد یک روز میشه که مردم بخزه یک شبه همه اینا را جمع بکنه و روان بکنه و در باطلاق تاریخ بندازشان، و او وقت میشه که مردم کینه های خود دوباره بروز میده و این کینه ها به نفع افغانستان نیست و قطعا افغانستان دوباره به جنگ های مبره که نباید تکرار شود. طالبا باید امیل لحظه سر از هر چیز زودتر باید این پروسه را در نظر بگیره. عفو عمومی اعلان شده، مردم عفوشان کردن، اونا مردم با مردم کار نگیره، خلاص بکنه مسئله را. اینمی دختر مثل از این خیلی دخترها و بچه های در نظام قبلی کار که اینا میتونن در دوباره با طالبان در ارتش برای نظام طالبان گفتن کار بکنن، میتونن پلیس زن تربیتشون نشوه. امروز در افغانستان ما قدر زن داریم، قدر مرد داریم، این زنا را نمیشه مردا پلیس مرد یا به اصطلاح ارتش مرد تلاشی بکنه. خب زنای باید باشه، باز زنایی که در دوران جمهوریت همشون فرار
فرار نکرده، از 2000 یا 200000 یا 300000 ارتش شاید 30000ش فرار کرده باشه، باقیش همش در افغانستان مونده. یعنی میاره دوباره جلب و جذب بکنه، از اینها استفاده بکنه بر تقویت ارتش افغانستان. اگر روز نظام سقوط بکنه ولی ارتش دوباره سقوط نکنه، باز گفته پاکستان سر ما شیر نخونه، ایران سر ما شیر نخونه. هر ارتشی که میاد خود همون جان کار کرد مارشال جان، که هر ارتش میایه یک فردادیش تا از ابتدایی که داخل میشه تا وقتی که آماده خدمت میشه خیلی مصرف سرش میشه. این مصرف از توان مردم افغانستان و رژیم های افغانستان بالاست، مجبور هستیم ما بریم از کشورهای دیگه خیرات بخوایم یا کمک طلب بکنیم. اینمی کار اگر ما از ظرفیت های گذشته خود استفاده بکنیم، بیاریم اونها رو معلم مربی بسازیم، اونها رو برای تقویت خود نظام برای خدمت مردم آماده بکنیم، نیاز نیست که ما زیادتر از خارجی ها کمک طلب بکنیم. اگر روزی رژیم ها تغییر کرد، حداقل مو ثباتی که ما داریم، امنیتی که باید باشه، اون امور توسط همین نیروهای نظامی و ارتش ما بر مردم فراهم شود. در غیر اگر طالبان امروزی کارا را میکنه، اگر اینها را امور لاشیایی که کارا میکنه جلوگیری نمیکنه، این هم دلیل میشه که سوار از مردم کینه های قومی را دامن بزنه، سوار از گفته مردم کینه های مذهبی را دامن بزنه، مردم عقده بگیره، مردم اذیت شه، سوار از دوباره مردم به خاطر دفاع خود مجبور شون سلاح بگیرن. روز اگر مردم مجبور شه و دست به سلاح بره، وقت کل اقوام در کنار هم یک جای میشه، با طالب چی پدر طالب آمریکا باشه از افغانستان میکشیشه. و آرزو دارم می زودتر مسائل دقت بکنم. تشکر علی جان، قن بسیار گپ خوب را اشاره کردین، بسیار گپ عالی را اشاره کردین. امروز اگر واقعا اینجا مسئله سلیقه‌ای یا سمتی یا قومی نباشد، باید با تمام ملت افغانستان یکسان برخورد شوند. در جای عفی که طالب تحریک طالبا اعلان کرده بودن تبدیق میشه، ولی در خیلی جاهای دیگه سلیقه‌ای برخورد میشه. واقعا این جای تاسف هستن و این طرف یک بحران بزرگ و طرف یک فاجعه میرن که هیچ وقت قوم پرستی یا سم پرستی از افغانستان خاتمه پیدا نمیکنه. یعنی امروز اگر مردم فکر میکنن که ما مخسر هستیم در قیمه به خاطر از اینکه میگم او برادر ما هزار هستیم چرا کشته میشه، می اشتباه است. یعنی می سالهای سال متاسفانه حاکمان و قدرتمندایی که در افغانستان بودن اینا همین کار دامن زدن که امروز من بچه هزاره یا علی بچه هزاره یا کوچه حالی که بچه پشتون آمده صدای خود بلند میکنه که برادر ما هیچ چیزی نداریم. واقعا جای یعنی خجالت میکشیم که در این قرن 21 و 22 زندگی میکنیم ولی هیچ چیز نداریم، از تمام چیز ما محروم هستیم. پس این حق مسلم ما و شماست که بیاییم صادقانه بالای از این کسانی که حکومت داری کردن یا حاکمان بودن یا هستن و سر از اینا محکوم بکنیم اینا را، و بعضی تحریک طالبا را از قومگرایی باید دور کنیم. هیچ وقت من ده ها دفعه همین گپ گفتم، درست است طالب پشتون هست ولی پشتون طالب نیست. یعنی ملا یعقوب پشتون هست ولی هیچ نمایندگی از تمام قوم پشتون ها نمیتونه بکنه. این مسلم است. وطندارای پشتون اگر بعضی هایشان امروز یک نوزه بی‌منصفانه در صفای مجازی هم اگر پشتوبانی میکنه، مطمئن هستم که اینا هم درد دارن. اگر دقیق شوند، اگر متوجه شوند، حتما اینا هم ضربه بزرگ از آدرس طالب ها خوردن. پشتون کوچه حلی که گرانه شرقل است، شپم بخیر، دیتاسو او رو در دیکندی مسئول دی جذب جذب چه گرفتار سوای دی، ولی در طالبان چو مخ که اعلان کرده و چه مونگ عفی عمومی اعلان کرده و هیچ نظامیان سرا هیچ سیاسون سرا مون کار نلارو. زیخ و یوتا اخپل هر وقت گور و هر خبران که اگر که که چه متاسفانه در غصی پاجیا. سلام علیکم و رحمت الله و برکات و امان تا تا و علی تا او دالم دینم خوب بربری مرکزی چیست؟ ببری مرکزی. سلام بدتم، خدای جل جلاله دیو که تاس طول خیلی و روغی خوشحالی. زبا نو مخبر لده موضوع نو معلومات لرم، خو اگر دوم را با او ایمه چه طالبانو که چیر تا پریختا بنده دوی اپی عمومی کرده در افغانستان که دسی پسلحا و په زرهاو بلکې په لسګونو زره کسان اوسیږي او هغه ټول معاف دي، هغوی ته پسوې ده باید پس له دې نه یو خلکو سره کار ونه لري چې هغه مطلب جرم نه کوي او مشکل نه جوړوي،
او د دې حکومت ته خطر نه وي، او هغه بیا راشي دوی ونیسي او یا یې تهدید کړي یا یې تکلیف ورکړي. ما به دا نظر نو بس نور به زه څه ووایم ورته. سلامت بسی کوچی صاحب، بخیر بسی. متاسفانه بعضی حدیثان یا بعضی حدیث ها هستن در افغانستان واقعا آدم قلب آدم به درد میارن. ما و شما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک انسان باید طرفدار حق باشیم و طرفدار انسان های آزاده باشیم. امان گپی تو سیست، وقت بود گذشت که هرچی بود سیست. زیاد درد که از سربازای جمهوریت ما بردیم هیچ کسم نبرده. دانی خانه بیادر ما را داده، ما امروز همی گپ میزنیم. اگر ما که مثلا امرایش مشکل می داشتیم، نمی تانیستیم، نمی آمدیم، ایجای تا گفانه می زدیم. ولی او وقتش بود او که بیادر ما چیز می خواست و چیز می گفت و حافظ قرآن بود و دا پیش روی ما می گفت. ما هیچ مشکل، یعنی اگر شما می فکر کنید که ما مطلب از طالبان پیسه می گرفتیم یا می خوردیم، نه. از جیب از ما که از چنده ما نخورده باشه، از خیرات ما نخورده، ما از هیچ نخوردیم. ولی او مطلبش او برای ما یک روز گفتیم که سمی کنیم، پدر ما را گفت که ما دم بیادرت بگویی که بگف ما خوشلا نمیشه. او وقت مدرسه می رفت بگویی که به طالبا پشت طالبان نرو، امرای طالبان نرو، او جا نرو، یا ای طرف ای طرف نرو، اینمی کارای جا نکو جایی که ما زندگی میکنیم. واقعا مو جایی می زمینه بری او مساعد نبود که او کارا میکد یا پای امرای طالبان دیوالی میکد. باز ما گفتیمش روزه بودن تقریبا در 2013-14 میگفت ما در یاد مامه. ما گفتیم که بیادر پدر و مادر ما تا برای ما گفته که تو همی تا کارا میکنی، ما خبر شدیم. ولی تا که همی روز آخرش که او شهید شد، ما دیدیم که یا تو طالب بودی. هیچ یکینی ما نمی آمد، اگر نه از ما که تکر کس در انسان شناسی هیچ کسم نبود. برای ما گفت بیادر ما طالب هستیم که به خاطر رضای خدا هستیم، ما حافظ هستیم، حافظ قرآن هستیم، در قلب ما قرآن است. ما کشور ما اشغال است، در کشور ما امریکای آمده ظلم میکنه، تو روزانه میبونی. ولی اگر یک روز برای تو در کریم در خود امید پلو در دیوال شریک و منطقه نزدیک ما مردمی بود وظیفه داران جمهوریت که ولا یعنی هیچ کس او قدر کلان وظیفه نداشت، کماندانه و امنیت ملی و چیزا و گفت اگر در یک روز در پیشروی خانات کس استاد شد که ها بیادر در پیشروی ما استاد شد یا ایج آمده، برای ما مشکل جور میکنم و از مری ما بگوی که تو صحیح نیستی. و یک گف آخر یک گف ما گفت که گردن تو بسته است، جهاد کده میتانی، جهاد کو اگر نمیتانی برای ما نگو که ما رو خدا فایده کده، خدا میکشه. تا او روزه که ما زنده هستیم رای ما است، اینمی است تو میایی بیا. ما گفتم خواه امی گپی اونو را که ما شنیدیم دیگه ایلا دادیم. ما گفتم برو تو و کارید. ولی مردم ما و شما سعیس از 30 سال 40 سال پیش که مردم جهاد کده، امروز از زو سو استفاده میکنیم. او مردمی که او وقت جهاد میکد علی روس جنگ میکد، علی انگلیسا جنگیدن پورا پیش پیش امیتا از او افتخار میکنیم. ولی که مثلا که در خلاف امریکای کس جهاد کده اونو افتخار نمیکنیم. خیر ای گپ ما یک طرف می مانیم، طالبا باید علی مردم بانه ایچ برای امره ایچ کس دست درازی نکنه، تکلیف نته که در داخل افغانستان زندگی میکنه. ولی اینکه او بی‌طرف باشه، او بی مطلب باشه، او مشکل ایجاد نمیکنه. اگر کس مثلا ما یک جرم میکنیم یا من تو میکنی یا کایلی میکنه، داشته به دست ثبوت باید او رو بسته کنه یا بگیره سیسته. ولی کس که همیتا وقت وظیفه کده او اف ای عمومی آمده بخاطر اف مام استاد است، مام با صبر داریم بخاطر خدا. گفت که خب اپ شد برو، افغانا جور آمده وین مشکل ختم شد، افغان کوشی و جوان کوشی ختم شد. به خدای تن دیوالا از دو طرف ما خو به طرف مردم بودیم سیس، نید دولت نید طالب. امروز می ترسته ای تن دیوالا که د 24 ساعت امرای ما میگشت دولت بودن، رفتن امرای طالبا رفتن. چرا امروز او طالب هم در جای خود رفتن و دیگه هم در جای خود رفتن، اولادای مردم کشتن، قرار علی آمده ششتن. بس هست همی که در که ما و شما تکلیف دیدیم، رنج دیدیم، بانه همی مردم که ما در همی سرزمین در همی زمین خدا زندگی خوب در افغانه داشته باشه، یک کشور عباد داشته باشیم، بجای ازی که با ما یک دیگه توهین کنیم، دو بزنیم، گفای غلط بزنیم، افغان و تاجیک و پشتون و هزاره و پشه یا ما بگویم و مسلمان چرو در یک کشور 200-300 زبان زندگی میکنه، هزارها قومه در هندوستان زندگی میکنه. ولی
متحد به حکومت خود است و متحد به ملت خود است کار میکنه. ما خو که هر کس بیادر بس بدماشی میکنه تا همین روز آخر که بره. بس است ای که تکلیف را که دیدم کافی است. بس از این خداوند کنه که مردمی که مثلا مثل امان و مثل بیادر های دیگه واره که خپه استن و رفته از بیرون از کشور به یک طریقه نه به یک طریقه جور بین و کتیبی به طالبا و کتیبی مردم یک کار کنند که سیخ شود جور شود دیگه با ما ملت چی؟ با ملت چی میته؟ هیچ نمیته. ما بحیث یک شهروند یا بحیث یک افغان چی داریم؟ ما اوجا انترنت نداریم، ما اوجا سرک خوب نداریم. خود ما در آغاد دهی کشور زندگی میکنیم، ما متروانی میکنیم که میریم در سر سرک 180 160 پیر رفتار میریم، با ساعتا میریم، ولی در افغانستان تقریبا 10 دکه ما در صد رفتار نمیتانیم بریم. ما یک در تیکه و پارچه هستیم پیادر. بس هستا نور بزد چه ویم بس همان دامی خبره بخلاص. بچه استر سلامت بسید، بخیر بسید. دا آرزو ده هر افغانستانی دا خدای میو که چه ورز دل تا صلح راسی او طول تا اجازت بر که چه خپلا یو خجوان دیو که دیر منه نه. سلامت بسید جناب دکتر سه بزرگوار نجیب الله خان، خوش آمدین. تشکر دوستایی که تازه آمدین، مهربانی کنه نظاره سب پوتین هزاره شما بفرمایین. جناب دکتر سب خوش آمدین، موضوع برنامه رو شما گرفتین یا امو رقم درخواست دادین آقای هزاره؟ موضوع برنامه به خاطر امو دختر خانمی که امیر جلب جذب ولایت دایکندی بودن، اونها را طالبا دستگیر کردن، البته با دو خواهرشان و بعدشان خواهرایشان رها کرده و خود از این دختر خانمی که مسئول جلب جذب قماندانی امنی ولایت دایکندی بودن تا هنوز در جای نامعلوم انتقال داده شده. یعنی هدف ما ای هستن که اگر ای عفی اعلان کرده بودن تحریک طالبا یا عدالت عمری را، اینا خو همواره در رسانه ها میگن که ما عدالت عمری را تبدیل کردیم در افغانستان یا عفی عمومی اعلان کردیم، پس چرا همواره بعضی کارمندان یا بعضی نیروهای امنیتی افغانستان در تمام در خیلی ولایت ها هدف قرار می گرفته میشن؟